میتونی آفر بدی به تو بفروشمش بذار بیدروش بذاریم خیلی سندری خفنی هم نه آقا چیه باشه باشه اون جوه سندری آنجا سندری نداره آرم میلره احتمالا ماره منه دیگه اگه آرم میلره من برمیدارم به خواهر ردیفی آلی گارون تو شما خوبی؟ امروز یه،, یه ذره ملوتری نمیدونم چیه امروز اون آتیشی که ازت ات انتظار میره رو نداری آقا اون ویدیوی که بسید اک... فرستادم رو دیدید نمیگی گیریمو؟ آره آره من نهیدم <تصفح> چیه؟ ای با اون مصطب تو ذهنم هی داره پلیب آخه بی بی سی هم گذاشت <تصفح> <تصفح> که بعد آروم نمیگی گیریم <applause> نه، نه خیلی قشنگ بود یعنی من یاد زبون زرگری انداخی کمی چون رپتیتیو <applause> باشه فقط یه زیمن تا یاد مفته آخر اپیزود که تموم شد یه چند ثانیه همه مثلا ثابت بشینیم که من بتونم با فاصله های مناسب که من یه اسکرین بگیرم بتونم استفاده بکنم چون که معمولا تصویر اینی که فرزاد مثلا پیشونیشه فقط <applause> و کارون اون تهیه جسم مثلا اون کوچیکی نشسته من رو فرهاد باز مثلا دیستنس اون موقعی که میخوام تام نیل درست کنم خیلی سخت میشه مثلا فرزاد, فرزاد خیلی جلوه من خیلی عقب بعد میدنم. یه موقع انتخاب کنم که فرزاد رفته عقب داره خمیازه میکشه کارون مثلا اومده ایزی بخونه اون موقع است که مثلا میتونم همه رو با هم میکسم خب این اگه این حرکت رو بزنم این دیگه میکرد این کارو میرم می این دیگه خیلی دور میشه آخه منم آره. مشکل دارم که این باید روی میز باشه بگرد نمی منم آقا ببخشید دیگه مشکل یکی دوتا نیستن <تصان> ما اول معرفی میکنم درخت اهل مسیح رو من گذاشتم برای کسایی که اهل مسی هستن برای اهل مسی اهل مسی داستان داره <تصان> خلاصه خونه ای ما عید و جشن میگیریم ولی اهل مسیح رو داریم اینجا براتون چجوری شما با فصل سرما کارون که خوشحاله هفته پیش ما یه اسکی قندی نمکی رفتیم و جوابو نگرفتی؟ چرا من که خیلی حال من یه دور دیگه هم رفتم به ذره بارون میومد آره شدیم تایپرس هفته آره سایپرس پنج رفتم خب چطور خیلی خوب بود دیگه آره خوبیش بود که چیزه هیچی نبود شب بود بعد اون صفی که من دو. تو مثلا یه رو بیس دقیقه بله بله اون دیگه نبود مستقیم سقیم فرد فرد میومدی میرفتی بالا ولی به پیست <تصفح> رانای چیز رو باز کرده بودن آبی رو باز کرده بودن آه. بعد مثلا اولش تابلو زده بودش که این مثلا ایرلی سیزن کاندیشنه آره. اولو برفی دیگه یعنی چی مثلا بر رفتم تو اولین که مثلا درخت و اینا وسط زده بود بیرون شاخه چیز عارف مثلا عارف یه شاخه اینجوری بیرون بود تو درخت بیر. اصلاً بیرون. مثلا حالا باز اونم اوکی اون خیلی کوچیک بود یه جاهایش مثلا خندق طور بود بعد وسط انگار مثلا یه پل درست کرده بودن بعد تو چون شبم بود درست نمیدیدی یعنی حواست نبود میرفتی تو اون خندقه دیگه در نمیومدی <تص> یه بعد همونجا میمونید تا صبح پل از کجا به کجا از نه به وستوان دیگه نه فرض کن مثلا یه چیزی که چونم یه متر میره تو از دوور ولی وسطش صافه تو بعد از وسط بری از هر طرفش بری گیر میکنی بعد چون تاریک بود درست نمیدیدیم و حالا چون اوایل فصلم است من اون چیزی که از بدنم انتظار داشتم واقعا اون روز اجرا نمیکرد ببین یه زمین خوردم من مرگ و جلو چشام دیدم واقعا ببین این نوک این برد من رفت تو برف از صورت ملق یعنی رو هوا ملق زدم یه بار یه ملق زدم دومی دو اومدم رو اسکی رفتم پایین یعنی اگر که مثلا فیلم میگرفتن جوری که بابا این چه خفنه مثلا حرکت تکنیکی زد اون وسطش اینطوری بودم که خب من که اشهد و انلا یعنی این گفتم برگشتم رو اسکی رفتم گفتم یه دو سه چیز از دست دادم توی این ملقی که زدم وارسیه. برای آه. بیماری تو پیست اینا کاری کردن تغییرات دید آره خیلی ببین تو کل محدوده پیست تو باید ماسک داشته باشی فیس کاورینگ یعنی ما... که دارید نه حالا گوش بده این یه چیزی هست کلاهایی که بچه بودیم بودش که هم بالا رو میپوشون هم دهن رو. آره... کلا آره. دارم آره, دارم آره. یه همچون چیزیشه برای اسکرین ما د... استفاده میکنیم من فکرم اون اوکیه با همونم چند تا ران با با ایمان رفتیم بعد دیگه دور آخر این مثلا یه سوراخ داره روی دهنگ دا. هوا بره تو آره به من <applause> گیر دادن گفتن که داره به من گیر دادن گفتن که این حساب نیست و اینا حالا سری دوم دو که رفتم یه ماسک از زیر بستم بعد اینم گذاشتم روش بعد دیگه یه جای افتضا اصلا هوا نمیاد تو مخصوصا وقتی زربان قلبتو و هم رفته بالا نفس میخوای بکشید دیگه وضع عجیبیه تو دور دوم ماسکر رو زدی یعنی آره آره, زدم آره سخته یعنی داشتیم اون روز چون در موردش صحبت میکردیم واقعا آره خیلی چون یه ماسک بعد روش مثلا یه بالاکلاوا مثلا کلفتم در میاد اصلا دیگه هواتون نمیره حالا ممکن بتونی با اون رابری ولی وقتی که ورزش میکنی یه ذره سخته ولی خب اون, اون ماسک او یا میگم بالاکلاوا اینجا برای آره بعد دیگه مثلا دستشویی اینا همه از این شیشه ها گذاشتن و نمیدونم خوبه به نظر خیلی خوب مدیریت کردم بعد فضای بازه دیگه آره باز اوکی جز امترین ها... کارهاییه که میشه انجام داد یه حالا یه کار باهوش با باوش... باهوش هوشمندانه کار هوشمندانه یه مغزم نکشید یه کار هوشمندانه که کردن قبلا اینطوری بود که یه گیت اول پیست بود که تو کارت تو میزدی میرفتی تو دیگه یلری تر هر کدوم از این صندلی‌ها رو میتونستی بری بالا دیگه نیاز نداشت کارت رو نشون بدی <applause> الان دم هر چیز چون تنها جایی که با مردم ممکنه کانتکت داشته باشی روی این سندلیاست که میبرت بالای کوه دیگه حالا دستشو اینا رو بیخه ولی توی پیست اونجاست قبل از اینکه بخوای سوار بشی هر دفعه باید تپ بکنی که اینا بدونن حالا نظریه منو کارونا که اینا بدونن کی کنار کی, کی نشسته کجا بوده تو شوها مثلا چمتی چه کسایی بودن که اگر یه نفر یه جا شد بتونن اطلاع بدن <applause> خیلی سخته بره. رفتار نامعلومیه و خب جواب میده دیگه فرض مثلا اینا میدونن یکی مثبت بوده بعد ازش میپرسن تو شماره کارتش رو ازش میگیرن بعد میرن میبینن اون کارت مثلا توی این بازه های زمانی اینجا تپ شده بعد میرن میبینن که تو اون بازه های زمانی چه آدمایی دیگه اونجا بودن به همشون مثلا یه ایمیل میزنن که صفر لو کنسله میزنن موفق باشی آره خلاصه فرات فرض شما چطور بود افتاتون اشغال زیاد و شدید شلوغی بوده سر کار نمیدونم چرا اینقدر شلوغه موقعی که گروه کاریش عوض <تصح> <تصح> شده اصلا تو گروه قبلی خیلی نه ما <تصح pivot> نفس کارا فرق میکرد یعنی مثلا من یا فرهاد نه نه, نه فرهاد فرزاد دا. تو که دیگه اینجوری آدمایی که باشون کار داشتیم تو تیم قبلی خب فرق داشت این الان ولی خب جالبه دیگه حالا من خودم بحث ورزش اینا بود دیشب بعد خیلی وقت رفتم بیرون سردم بود ولی رفتم دویدم بیرون اه. بعد بعد اینور تو تصویر بود که خونه ما میرفتیم پشت ایمان یه در واقع جنگله رفتم اونجا داشت تاریک کمی شد خیلی کار اشتباهی هم بود چون کمی هم ترسناک شده بود ولی دیدم که آقا بدنم واقعا نمیکشه یعنی دو و نیم کیلومتر دویدن داشتم میمردم من, هفت من دیشب تو که داشتی میدویدی یه بسته کامل شکلات خورد من سوسیس سوسیستا یعنی <تصف> 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 یه جوری تو آمادگی نیستم و از اون ایده آلم دورم که اصلا یه نه نیست دوات نکنیم ولی اون... هفته پیش ماشینم گذاشته بودم سرویس بعد اینا دو ساعت طول میکشید اینا موقعم کار داشتن بعد میرفتم میمندم خونه برمیگشتم بعد نه شاتلی بود به برا بیاره خودم بعد با اتوبوس میرفتم بعد یه خورد به دقیقه 90 و اینا داشتن چارانیمه بعد از ظهر اگر نمیرفتم بعد فردا میرفتم ماشین برمی آقا دیگه اتوبوس یه جا که منو پیاده کرد برگش رو پیاده میرفتم مثلا یه ده دقیقه آروم دویدم رسیدم اونجا افتادم وسط اونجا قندم افتاده بود فشارم افتاده بود فقط گفتم این کلیدو من بدید دیدم خیلی زش خیلی از از خودم بازی خوبه توی ذره دویدی من هفته پیش که فکر نشین سوال میکردم گفتم یکی از اون سانسورم خراب بود من صبح می‌خواستم سر کار مجبور شدم با پله برم پایین بالا هم آه. نه تو دو روز پاهم گرفته بود زانو ها زانو خیلی درد میگه این که میگید بس کنم یه سری مشکلاتی دیگه هم قاطی شده این فقط عدم آمادگی نیست نه عمد آمادگیه عمدش نیست قولت سن و الان واری و میدونم آره روزه تو برامه دیگه هم هست بریم سر اپیزودمون بفرمایید بعضی میگه اصلا اپیزودو نرید فقط همین شروع برای اولو بذاریم شروع کناری. دارو دارو سلام اینجا خودکسته پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم یکی از میزبانهای این برنامه در کنار من کارون جریان داره تو تصویر سلام پایین من فرهاد و فرزادم با ما هستن سلام سلام حالا میگم زیر من دیگه خیلی بهتر نشد پایین من زیر منه این پایین دیگه حالا دبا بگو زیر من بچه هم با ما هستن این هفته دوباره برگشتیم با دو تا موضوع جدید دیگه این اپیزودی که میخوایم بریم رو با من هستیم و اپیزود بعدی رو با برای بچه های پادکست فیکاکست قراره که ادامه بدیم درست کارمون بله <applause> و پنج شنبه اون پخش میشه چه خبر؟ همه چیز خوب؟ ردیفید؟ یا چطوری؟ صبح پر استرسی داشتم من تو چرا رفتی داستان داشتین خانم آره داشت منو بیدار... تو شدن یادیدن پر اسمس و زنگ و ایناست که چی شده؟ زنگ زدم دیدم مادر <applause> ماشینشون رو جرس برده بود دستو پارکینگ خونه بعد نیازم داشتن رو به ماشین دیگه سریع با چشه خالوده پاشدم رفتم و اینا دیگه ماشینو گرفتیم چقدر هم گرون شده ما کلی اونجا لبه و للا زدیم تخفیف گرفتیم گفتم واسه بلا... جا چرا گفتم واسه بلک فرایدی خب شما سرویس این دیگه تخفیف بدیم نه. صد دلار یهو کم کرده چقدر بود مگه دیویس و پنگ دولاری هم چیزی اوه خیلی گرون شده آره من برای چیزم سی سد دادم و تو پارکینگ خودم بردن شما بالا شهرید خو خب. برو با ولکن <applause> آره خلاصه رفتیم ماشین رو آزاد کردیم بعد تو راه برگشتم که اومدیم دیگه من تو حال خودم آروم آروم داشتم میمدم به شما دیگه تکس داده بودم که دارم دیر میرسم خو یهو دیدم یه ماشینه میپیچه جلو من انگشتای مختلف نشون میده ترمز میزنه اینا حالا همه اینا ضبط شده بعد اومدم کنارش میگم چیه با اینا با دستامو بالا مثلا تو درم و و یورا خورد شد به این کارو کردم از غذا هموطن در اومد و اینا بعد فوشای بعد گفتم با صبح شنبه این همه انرژی داری فوش میدی اینا و اعصابش خورد شده بود که من چقدر آرومم مثلا تو این رود که داشت اتفاق میفتاد اینا گفتم نگران نباش همه اینا ضبط شده از روسش که ل... لینکشو رو میفرستم تو یوتیوب ببین دوباره اینو که فهمید ماشین شداد سمت من سه وزی. زدم که حرکت بر... داشتید صحبت میکردی؟ هره. فارسی چرا صحبت میکردی؟ نه حرکت مثلا سرعت پنج کیلومتر چون تو تیکه لوهید که میگه سمت خونه ما آروم بود ترافیک بود اینا ایشون داشت فوش میداد من خب چرا برد. اصلا از اول شروع کرد به تو انگوش نشون دادن آروم داشت میرفتی؟ نه نه گفت گف... فکر کرده حالا پشت ماشین نشستی و اینطوری دست تو گذاشتی گفتم من اینطوری دستم رو نزاشته بود اصلا چرا خودش فکر کنم از... حضور من ناراحت شده نه فکر فقط یه کاری کرده نمیگه الان نه واقعا اصلا خود جوش که نمیاد به من, بده. من داشته بودم من داشتم 60 تا میرفتم سرعتم 60 بود این آقا با 80 کیلومتر پشت سر من من باعث استوپ مومنتوم شده بودم این کشید این یه نگاه من کرد رفت جلوی من <applause> بعد یعنی ف... از چه نقطه ای به بعد فوشا فارسی شد از یکی شیشه کشیدم پایین من فقط بهش گفتم چته به فارسی گفتم چته خب بگو او یو شروع که فارسی فاش اوه <applause> آشه آخ... اینجا سلام چرا سر من نمیاد اینجور چیزا به ولای <applause> علی یه <applause> کاری میکنم یارو آراحت بشه من اینجور موقع خیلی دوست دارم با آرامشم دهنه رو سریز کنم اصلا آروم میزدن به لبخم میزدم بهش دعا میکردم با سرش آخر کنم یه میاو کردم گفت میاو <applause> 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 اولاقی این نظر دعوا نکرده کن یاری داره خوش جیر میده خدا خدا ما ستو میفرسیم تو چی تو چه خواه ما اول خواستی نبوده این هفته ردیفی گفتنی ها رو گفتی میخوایی زرده در مورد آمار عجیب این میماری صحبت کنیم که چی جوری داره استان و دیروز چقدر بود؟ به جمعه خیلی 800, 800 تا بود آه، 800. آه، من صبح زور دیدم 700-800 تا بود الان به این دوباره به اونجا رسیدن که تست نمی کنن اگر که خیلی تمام سیمتوم ها رو نداشته باشی تستت نمی کنن میگن برو خونه و ریجکت میکنن تست کردن تو میگن برو خونه و بگی بخواب چهار در روز آره. اه... اگه من باشم که میرم تست می نه شما برای وصلین میبینی شما دستتون تو کار تستا هم پیش شما رد میشه کارون شما چطور؟ تو به رفتی تو بی فکر کنم داری بی بی سی نه رفتم بیدم عددار عددار من هم میتونی کارو کار و اسکی و این فست اسکی شروع شد ما دوباره میریم بعد دیگه پیستا هم دوباره تا ده شب بازند بسیار عالیه سرکار هم ورزش اون چهار درصد بالا است دیگه نه نه حالا اتفاقا <س et curryome> تو ایران اینجوری آره, بود تو ایران خیلی ورزش گرونی و من هیچ وقت تو ایران اسکی نتونستم برم اصلا توانه نه آقا اسکی باز بوده نه مادر اسکی باز بود اون چیزه بود قابل اسکی کردن نبودی <households> <صحق> قابل اسکی کردن نداشتیم بعد ولی اینجا اینجوری نیست اینجا ورزش گرونی نیست مثلا من و ایمان که سیزن پس رو گرفتیم چون خیلی زود گرفتیم به قیمت افتضاح ارزونی گرفتیم اصلا به که الان این 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 بخوای بگیری آل. آره. آل... مثلا یا نصف نصفه خوبه؟ بعد... نصفه نه نصفه دیگه تقریبا کمتر از نصفه یعنی نصفه نه آقا نصفه نه حالا شما آه. چیز بعد با اون پولی که میدی مثلا پولی که ما برای سیزن پس دادیم شما ممکنه مثلا دو سه بار بتونی به این رستوران خب ولی این پول شما میدی یه تفریح بسیار, خب. بسیار با کیفیت آم. و مدت زمان طولانی بعد وسایل و اینا هم خب ایران واقعا گرون بود ولی اینجا حالا شما حالا نو بخری یا دست بخری بخری بالاخره کسی که کار میکنه یا حتی دانشجو هم باشه میتونه این کار رو انجام در صورتی که ایران همچین امکانی نبود. دست اوکی آدم بخره مثلا اگه یکی بخواد مثل هر طبعی. چیز دست دوم دیگه ای اگه خوب باشه آه, آه, okay. مثلا از امنیتی و اینا اینطوری نیست که نباید دی سری ضربه آبش خورده باشه یهو بخواد بشکنه آخرین ضربه رو هلمت رو نباید اون تو نباید چیز کرده باشی دست دوم بردت مهم نیست چون که مثلا کلاه برای موتور سواری هم میگن میگن از دستت هم بیفته بعد عوضش کنی اه. آره هر مثلا پنج سال حتما بعد عوضش کنی ضربه کوچیکم بخوره بعد مثلا لیمو شیرینی آره آره ضربه بخوره <سورت> نیمه <این> چیه <سورت> فکر کنم که میفته تلخ میشه آره می <سورت> قهره میکنه <سورت> <صورت> <filling> آقا 19 یا تا دیروز کیس داشتیم ما شب شتاری... صبح داشتم میخوندم که بیشترین جاهایی که منتقل میشه کجاست خیلی جالب جاهایی که محیط سربسته است شما مثلا تو بازی بیشتر از 15 دقیقه اونجا میشینید که خب حالا دور همیا اینا که قطعا جزوش رستوران و بار و اینا هم هست ولی خب اینا رستوران بارو باز نگذاشتن داشتن ولی کوه مثلا میبندن من تو ریدی نمیدونم این کسایی که هنوز بارو شیش داره این موضوع رو میگه نمیدونم یه مدت که اخه خوب استریپ کلاب هم باز بودن اون عالی بود اونجا مشکل نداره ان اونجا از هم دوریه دیگه نه میبینی اونجا چون فشار خون بالایی میبینی بالاخره بچه ها قویان چیزه ایمنی بدن خیلی بالاه اصلا ویروس رو دفت آره ویروس اصلا دفت میکنه اتا. ولی آره بدترین عامل همینه که شما توی محیط سربسته بیشتر از پونزه دقیقه باشید تو رو خدا دور هم جمع نشید تنها تو رو همینه. به ولای علی به سوریا جمع نشید ولی قوی میاد یعنی تو این هفته آره دیگه دوسته ما همه آره همه دوست و فامیل بیرونن و مهمونی و دوره ایران نه همین جا رو اصلا همین تو همین شهر خودمون دمیان. زیاد حالا ایران که اصلا <فت screams> تو استریم داشتم چیز میکردم استریم میکردم گفتش که آره دیگه کووید 19 تو ایران نیست کووید 20 اومده دیگه الان یه جوری میگه کرده تو ایران آره چی؟ چی چی راحت یه گفتی آره آه ولی توجه دارید چقدر آره من توجه شخصی خودم اول خب یه ترس کوچیکی بود یه حالتی بود همه تو خونه باید میمونیم بیرون واقعا خلوت بود عددا واقعا قابل مقایسه نبود با الان خیلی کمتر ولی الان خب عددا بیشتر فوتیا خیلی بیشتر شده تو حداقل استان ما ولی من خودم خب خیلی راحت تر مثلا اگه بخوام برم بیرون میرم پشت ریخته دیگه آره خیلی جالبه ما اینطوری عادت میکنیم به همه چی بله دیگه انسان و عادتش دیگه انسان و عادت بریم سر اپیزودمون خب میخوام این اپیزود در مورد آقام دیگو ارمند و مردون صحبت کنم یکم براتون در طور این هفته چهارشنبه که بود خبر فوت ایشون رو ما شنیدیم و این تمام دوستان فوتبال رو ناراحت کرد این موضوع که ایشون در سن 60 سالگی و اصلا عجیب خیلی جوان فوت کردن و از بین رفتن شاید خیلی از شنونده ها. مثل من بازی هایشون رو ندیدن چون خیلی بچه بودن یا اینکه وقتی دیدن میگم خیلی بچه بودن اصلا یادشون نیست و اینا و چیز زیادی در مورد ایشون نمیدونن برای همین گفتیم یه به قول کارون یه تریبیوت تور یه اپیزود در مورد ایشون بریم در مورد آقا مارادونا و این اپیزود رو به ایشون اختصاص بدیم اکثر ماها ماردونا رو تو دو تا صحنه میشناسیم که هم تو یه بازی اتفاق افتاده بر مقابل انگلیس ام، که اولیش به دست خدا و دومیش به گل قرن معرفی شد معروف شد که گل قرن رو داشته اون از نیمه خودی توپ و برداشت دیریب کرد همه رو یه بار دیریب کرد مثل استاد اصدی بود میگفت من همه رو دوبار توی یه حاضی دیریب نه استاد اصدی نبود نه چی بود؟ آره تو 90 اومد آره. مثلا گفت من 13 نفر دیریب کردم بعد فرسوی گفت مثلا تیم 11 نفر گفت نه دیگه مثلا میرفتن بعد دیپ یه چیزی تو همین صحنه بود که آخر آره. بان رو هم دیریب کرد و گل قن رو به ثمر رسون اه... توی که بعدش هم رفتن فینال جام جهانی 1986 ولی خب مارادونا اتفاقات زیادی رو پشت سر تا به اونجا رسید و میخوام در اه... این مورد صحبت بکنیم معمولا این جور اینجوری شروع میشه که او در خانواده فقیر و حالا تو ایران اگه بود میگفتن مذهبی در لانوس به دنیا آمد در سال 1960 بچه, بچه پنجم خانواده بود بعد از چهار تا دختر و به زبان خودش میگفتش که پدرم از دختردار شدن خسته شده بود و یه پسر میخواست و بعد از اونم دو تا برادر دیگه تو خانوادهشون به دنیا اومد جمعا شدن نه نفر تقریبا یه تیم فوتبال نقطه نمکی برای خودشون داشتن و میگفتش که توی اتاق خیلی کوچیکم هم زندگی میکردن واقعا خانواده فقیری بودن پدر ماردونا هم که ملقب بود به چیتورو چیتورو از بومی های آمریکای جنوبی بود نیتیف بودن که سال 2015 فوت کردن پنج سال پیش بند خدا و مادرش هم سال 2011 که اصالتا ایتالیایی بوده مادر آره ما همین آره آقا ماردونا اولین توپ فوتبالشون سه سالگی هدیه گرفتن و دیگه چسبیدن به بازی و فوتبال در سال هشت سالگی توسطی سازمان استعدادیابی ایشون کش شدن و رفتن به یه تیم که اسم اون تیمم بود پیاس های کوچولو شروع حرفه ای فوتبالشون هم شاید باورتون نشه ده روز قبل از تولد 16 سالگیشون بود در ارجنتین و جونیورز که شروع کردن و شدن جوانترین بازیکن تاریخ اون لیگ <تصفح> بعد از چهار سال هم رفتن باشگاه مورد علاقه شون کجا؟ بوکا جونیورز. بوکا جونیورز رفتن بوکا جونیورز و یه سال هم اونجا بازی کردن و تنها جامی هم که تو آرژانتین گرفتن همون جامعه بود و دیگه بعد از اونم جامی نگرفتن بعدش هم دیگه حرفه ای و اصلا دیگه رفتن به صورت اینترنشنال بازی کنن سال 1982 رفتن به بارسلونا با هزینه ای که تو اون زمان رکورد تاریخ ترانسفرا بود 5 میلیون یورو اون موقع دادن که میشد فکر کنم 7 خورده میلیون دلار اون موقع سال 1982 یورو که اون موقع نبوده دیگه پند... پول اسپانیا رو به پول الان 5 میلیون یورو آره به پول به پول الان 7 و 6 دهم میلیون دلار خیلی آره ایمان یه لحظه چوچه پستی بازی می‌کردن هم اوایل کار که 16 سال مشخصه... اولش فوروارد بود و میدفیلدر بازی ساز بود اه، توی آرژانتین و توی حالا الان میگم توی تیم‌های دیگه‌ای که بازی کردن بله بفهم افتخارات زیادی هم آوردن توی همون یک سالی که توی بارسلونا بودن در مقابل رال مادرید توی الکلاسیکو گل خیلی خفن زدن و شدن اولین بازیکن بارسلونا که توسط تماشاگرهای دو آتیشه رال مادرید تشویق شد بعد از اون فقط دو نفر همچین افتخاری داشتن رونالدینیو و اینیستا که توسط این عزیزان رئال مادرید تشویق شدن اون یه هم که تو بارسلونا بود خیلی پرحادثه بود دیگه کلی جام آوردن مسابقات مختلف و بردن رئال مادرید رو بردن, رو بردن. یه جوری از پشت هپاتیت گرفیم بنده خدا جوری از پشت زدن مچ پاش شکست و دوباره بعد سه ماه برگشت به میدان و فلان و اینا مقابل همون تیمی که زدن پاشو شکوندن همون شخص توی یه بازی دیگه سه ماه بعد دوباره یه تکل خیلی خفن زد که پاش شروع کرد خون و, و اینا دیگه دعوا شد یعنی من ازتون میخوام برید اون فیلم رو ببینید اون فیلم دعوا رو ببین این کفش ها استوک داره دیگه علنا میخه ببین جوری با میخه میزد تو صورت اون یکی یه دونه زد که یارو مرد من مطمئن اون شخص مرد فکر کنم یه چیزی بود چون لباس دروازه‌بانی تنش بود که با زانو میزنه تو صورتش نه ببین این فکر کن توپو چجوری شوت میکنی این قشنگ یه دونه سانت کشید رو صورت یارو با پاش و یارو همونجا افتاده یعنی بعد دیگه دوربین رفت اون یارو همونجا ثابت افتاده بود دارم. و تکون نمیخورد و اینقدر هم دیگه شعارای نجات پرستانه و اینا بهش دادن نمیدونم چرا بهش میگفتن به اصطلاح بلک بوی استفاده میکردن پسر سیاه استفاده میکردن حالا نمیدونم داشتم تو داکیومنتریش میگفت آره همین دارم میگم نمیدونم شاید چون مثلا پدرش نیتیو رنگش تیره تر بود شاید منم خب دستن. اون موقع حالا اروپا اسپانیا اینا هنوز خیلی علنی تر بود نجات پرست و اینا دیگه راحت آره آره نج... فوتبال حالا فوتبال همین الانش هم هنوز نجات پرستن میبینیم توی انگلیس و اینا مثلا موز پرت میکنن سمت های تیر رنگ و اینا اون موقع که دیگه خیلی راحت بوده الفاظ بدتری هم استفاده میشده حالا میگم حالا توی حالا این بارسلونا بود توی اسپانیا بود از اسپانیا رفت به خاطر همین اتفاقی که افتاد رفت ایتالیا که یه رکورد دیگه زد 69 و دهم میلیون یورو ترانسفرش کردن به ایتالیا به باشگاه نپالی این روی پیش باید چیز بزنید تشدید تشتید. نه رفتم واقعا چک کردم چه چیزی تلفظ کنم تو از اولش داری ایتالیایی تلفظ کنی <applause> <applause> بعد اون موقع هم که توی سال 1986 مثلا الان نبود لیگ ایتالیا لیگ خیلی خفنی بود بهترین لیگ دنیا بود تمام بازیکن اکثر بازیکن‌های به نام توی اون لیگ بازی می‌کردن و نکته حالا جالبی که داشت اون, اون شهری که ایشون رفت اه، نپلز اه، که توی جنوب ایتالیا یه مقاله خیلی فقیر نشین بود اصلا خیلی جایی که زندگی میکردن بود شهر مسترن. شهر فقیری نسبت به حالا مثلا آره و خیلی اوایلش اعتراض شده بود که این پولی که داره میاد مثلا دادن 6 و میلیون پول گنگ و پول دراگ و پول بدبختی این ملت و آره. که دادیم به این منده خدا اه... و اوایلش هم با اصلا حضور ایشون مشکل داشتن در حدی اصلا بقیه ایتالیایی ها هم با اون منطقه مشکل داشتن در حدی که شعاری که میدادن تو استادیوم میگفتن اینا از نپلز اومدن باید بشونشون قبل از اینکه باشون بازی کنید آدم های مثلا کسیفی هن و فلان و اینا تو خود ایتالیا به خود ایتالیایی ها پشت میدادن دیگه ببین چه شعارای برد. چیزی شعارای خیلی سریح و آره مستقیم مثلا آره به مادر اینا فوش میدادن به خودش آره خیلی سریع. بعد اینجوری هم نیست مثلا یه گوش مثلا جایگاه حالا مثلا 37 استادیوم آماز یه ها کل استادیوم با هم شروع کردن روزی که از آقام اردونا رونمایی کردن توی استادیوم 85 هزار نفر اومده بودن یه صدا داشتن تشکیل میکردن اینا میگم من خیلی دوست دارم که همه برید این ویدیوهاشو ببینید خیلی اه... اول ناراحت کننده است از اون ور که حالا میبینید چه اتفاقی سری من خود افتاد سرش اومد و چقدر هم جالبه که تو اون زمان یه نفر از یه کشور دیگه اومده و اینقدر محبوب شده خلاصه میگم توی خود ایتالیا با این قسمت از جنوب ایتالیا مشکل داشتن بقیه ایتالیا آه جالبه این ورزشگاه شهر شهری که مارادونا رفته بود و ور... اسم ورزش سن پاولیت خیلی شبیه چیزه خیلی شبیه استادیوم آزادیه طبقه. من که داشتم میدیدم هی حس میکنم این انگار اصلا استادیوم همون مثلا طراحی ساده دو طبقه رو داره خیلی هم بزرگه هم. بعدم که پر میشد خیلی شبیه استادیوم آزادی خلاصه ایشون رفت توی تیم ناپولی توی اون شهر شوری که بازی کردن با اینکه فصل اول داشتن برای نرف دادن میجنگیدن تونستن فکر کنم 4 و تمام بکنن فصل آیندهش هم افتخارات زیادی آوردن توی سالهایی که حالا ماردونا بود افتخاری که اصلا توی تاریخ باشگاه ناپولی وجود نداشت ماردونا ناپولی رو قهرمان لیگ کرد قهرمان لیگ قهرمانان کرد چند تا جام دیگه هم آوردن و اینا چون هفت سالی که اونجا بودن به همین دلیل تقریبا ماردونا مقام خدایی آورده بود توی اون شهر میگفتن در حدی بود که عکس ماردونا رو میذارن کنار عکس حضرت مسیح میذارن توی مثلا یعنی اون به یه همچین جایی رسیده بود نشون میداد یه داکیومنتری که داشتم نگاه میکردم که مثلا چیزو مارادونا رو, رو روی پای حضرت مسیح مثلا نقاشی کرده بودن رو دیوارا مثلا عکس همیشه حضرت مسیح با مارادونا توی یه عکس بودن دیگه چقدر اونا فوتبالی هن. آره اونا که آره دیگه ببین حالا برام من خیلی جالب بودین داشتم اینو نگاه میکردم میدیدم که مارادونا اومده بود توی شهری که تقریبا قبل از اون هیچ امیدی توی اون شهر وجود نداشت همه مثلا خیلی فقیر بودن خیلی افتخاری نداشتن بقیه ایتالیا باشون بد بودن خیلی یاد چیز افتادم یاد هانگر گیمز رو دیدین اه... فیلمش رو ندیدین هیچ کدوم یه آیدیایی دارم ولی نه ندیدم اوکی okay. اونم هم یه همچین چیزی یه محله خیلی فقر یه نفر میاد و اینا رو نجات میده و براشون کلی افتخار مثلا در میاره و ماردون همین آدم بود یعنی اومد کلی افتخار برای این شهر رو آورد اون دیگه اون مثلا تیمی نبود که همیشه داشت از بین میرفت تیمی بود که جلو یوونتوس مثلا جلوش به قول کارون زانوی تملز میزد زمین ماردونا حالا به خاطر داستانای دیگه هم توی ایتالیا معروف بود به خاطر دوستیش با گنگ کامورا كم... کامورا گنگ بودن که خب هم براش کوکای خانواده آره. هم اگر که نیاز داشت حالا براش با اونهای مختلف تعبیه میدیدن و حالا جم یعنی, جم مصرف، تا... یعنی, مصرف، یعنی مواد مخدر داشته کوکائین خیلی شدید از بارس... میگن که موقعی که تو بارسلونا بوده شروع شد ولی خب موقعی که تو ایتالیا بود دیگه واقعا اعتیاد فول بلون اعتیاد داشتی دیگه کاملا اتیاده... آره حالا یه چیزی که تو خود داکیومنتش داشت نشون میداد نمیدونم حالا چقدرش بر اساس واقعیت یعنی از واقعا وقتی بارسلونا بوده گفتش که مثلا اونجا چند بار تست کرده بوده کوکائین و اینا رو این توی ناپولی که بود خب ناپولی همونجوری که ایمان گفت قبلش خیلی محلی از اعراب نداشته توی لیگ ایتالیا یوونتوس حالا میلان و لاتزیو اینا خوب بودن بعد اینا هم خب اولش که شروع کردن چند سال اول قهرمان نشدن ولی این تونس ناپولی رو قهرمان کنه قهرمان ایتالیا که و قهرمان یوفا کاپ کرد که تنها باریه که ناپولی قهرمان شده این بعدش میخواسته بره از اون باشگاه یعنی اینکه خدافزی در اوج دیگه تو وقتی به تمام چیزهایی که احتمال رسیدنش بوده برسی انگیزه تو دیگه از دست میدی مثلا ده. فوتبالیا میدونن <تصفح> کاری که گواردیولا مثلا با بارسلونا کرد این دیگه هر کاری میشد و کرد سگانه آورد مرتب قهرمان شد با اختلاف قرار رئال و مثلا چاپوراس برد دیگه چیزی دیگه ای براش نبود این دنبال یه چلنج جدید بود برای همین حالا از چیز اومد بیرون از بارسلونا اومد بیرون این هم یه همچین حالتی داشت این بعد اینکه قهرمان شد به رئیس باشگاه به اون پرزیدنت گفتش که آجی مثلا بذار من برم منو بفروش ولی خب اونا جلوشو گرفت نذاشتم بره این انگار مثلا زندگیش حالا بی چلنج شده باشه دیگه چون به خاطر همو ارتباطی هم که با بچه های عزیز مافیا ایتالیا داشت دیگه افتاد که اون داستان آره افتاد توی اون داستان ها و دیگه چیز عشق و حال و پارتی و کوکاین و خیلی هم عجیب بود برام که این میگفت مثلا اینا هر یک شنبه که بازی داشتن یک شنبه که بازی تموم میشد تا چهار شنبه شنبه اشغال و کوکائین بعد ورزش تو زمین میدوید نمیدونم <applause> چه بدن عجیبی داشته چه جوری میتونست این کارا رو بکنه حالا چیز دیگه هم که من داشتم میخوندم یه مقاله بی بی سی رفته بود در موردش میگفتش که موقعی هم که رفته بود ایتالیا با اون حالا سبک بازی که قبلا باشاشه بود خیلی متفاوت بود خیلی فیزیکی تر بازی میکردن و اصلا اگه فیلماشو ببینی مثل چی میزدن این بابا رو و میگفت یکی از هم که واقعا داشت مثلا مواد مختلف مصرف میکرد به خاطر اینکه اون دردا رو بخوابونه به خاطر اینکه خیلی تحت فشار بود از لحاظ فیزیکی هم نمیکشید دیگه میدید که این هم یه تسکینی بهش میده برای همین استفادهش دو شده بود و دیگه توی تمام مدتی که توی ایتالیا بود تقریبا اعتیاد شدید داشت که بعدا هم اعتراف کرد به این موضوع من یه بگم حالا مثلا آدم اینو میبینه متوجه میشه چقدر پیشرفت کرده فوتبال از اون موقع به الان چقدر حرفه تر و علمی تر شده اون موقع حالا زمان ما رو خدای فوتبال دیگه اینو اینو پله رو میگن مثلا دوتا تا اسطوره فوتبال دنیا همون موقعش هم خب بهترین بازیکن دنیا که بود اینقدر باشگاه حرفه ای نبودن که آقا بیان مثلا اینو ترک کنن که شبا کجا میره قضاشو بهش برسن نمیدونم دکتر پیشش باشه روانشناس پیشش باشه الان امکان نداره همچین اتفاقی واسه یه بازیکن توی این سطح بیفته که انقدر مثلا باشگاه حرفه ای نباشه که بهید اجازه بده هر کاری دلش بخواد بکنه الان مربیایی هستن که اصلا اجازه نمیدن تو سوشال مدیا وارد بشی توی تایم های خاصی آره. بعد اینو که من داشتم میدیدم من یاد حالا موردای توی ایران افتادم که ما مورد زیاد داشتیم میکشن. که اون که نر که همه میکشن ما مورد زیاد داشتیم خیلی بازیکن با استعداد خوبی بوده ولی به خاطر اینکه یه مدیریت حرفه ای بالا سر این بازیکن نبوده اینا نتونستن اون که لازمه پیشرفت کنه مثالش پیام قرم. صادقی آه همین که الان سایت بد <applause> آره پیام صادقیان وقتی که توی حالا زوبا بود بعدش اومد پرسپولیس اینا میگفتن مثلا این اسطوره است و جای علی کریمی جدید قراره بشه خب تاش چی شو تشت <applause> توی خیلی سن زود از فوتبال معطوف شد خدافزی کنه الان که رفیق صمیمی امیر تتلو هم سایت شرط در که کسی که هیچکس توی استعدادش شک نکرد یه سری مشکل اخلاقی در دادن این دوتا این دوتا دو با هم دیگه خوب حالا من دیگه نمیم. آره تو, تو از, یه سال پیش خبر داری این هم باش بد تا کردن توی ایران دیگه با آره. داور یه مشکلی پیدا کرد یه حدی مدت زمان زیادی محرومش کردن در صورتی که بازیکن مشابه رفتار مشابه رو اونجوری محروم نکردن این اتفاق حالا تو ایران الان هم افتاده این مشابه اتفاقیه که برای مارادونا مثلا اون موقع افتاد نه که بخوایم پیام صادقیان با مارادونا مقایسه کنیم تو یه حالا اسکیل دیگه ای ولی الان یه همچین اتفاقی توی فوتبال حرفه دنیا امکان نداره بیافته چون باشگاه ها اونقدر مواظب حالا استعداداشون هستن که یه بازیکن تو نمیبینی استعداد باشه بعد یه حد سیگاری متاد بشه حذف بشه بعد اینکه بازنشست شد ممکنه ولی تا وقتی هست اینا قشنگ صفر میچسبنش روانشناس دارن کلی مدیریت حرفه ای رو شون انجام میشه همچنین اتفاقی نمیفته ولی خب برای مارادونا نبود دیگه یک شنبه تا شما پنج شنبه اش خوال و کوکائین و خانوم بعدش میرفت میدوید میومد تو زمینم گل میزد و قهرمان میشد دیگه حالا بعد از موفقیت خیلی خفنی هم که داشتن توی ناپولی ناپولی تیم آرژانتین که تیم زیاد خوبی هم نبود سال 1986 رفت جام جهانی در مکزیکو در مرحله دوم حسوی خوردم به کی خوردم به انگلیس که چهار سال حتی این تقدم تاخیرش اینه اول آرژانتین اول 1986 آرژانتین بود بعد تو ناپولی اینا قهرمان شد آره نه توی یوفا بعدش قهرمان شد یوفا نا... که بعدش ناپولی دو بار قهرمان ایتالیا شدن اگه ای من درست شدم باشه بعدش بود, بعدش بود. حالا ب... تو دو دو... بگو ادامه با اینا خوردم به انگلیس که چهار سال پیشش با اینا جنگ عجیبی داشتن و حالا اصلا توضیح میداد میگفتش که توی اخبار اینا به ما میگفتن که داریم میبریم ولی در واقعیت ما بیس هیچ از انگلیس عقب بودیم توی اون جنگی که داشت اتفاق میفتن کل آره کل کشور داشتن میگرفتن و غارت میکردن برای همین این بازی خیلی مهمتر از فقط یه بازی در جام جهانی بود که خوش خیلی مهمه این یه جوری عاده حیثیت میخواستن بکنن اینا فیلماشو که نشون میداد ببین کارون <applause> دیده حتما ببین فوشایی که میدادن که اصلا اصلا انگوش نشون دادن که اولش بود اصلا شروع شد با انگوش نشون دادن یا روی یه جا شلوار چیز پایین تیم چیز موقعی داشتن سرده اصلا ملیشونو میخوندن آره من اینو بگم هشش آره 86 قهرمانی اولش با ناپولیا برد بعد رفت آرژانتین چیز جام جهانی مکزیک بعد قهرمانی دومش 89 90 بود با ناپولی آره بگو ادامه بده باش اه... که حالا گفته بودم قبلا هم در صحبت کردیم که چطور پیش رفت آقا مارادونا یه گل با دست زد که به دست خدا معروف شد و یه گل هم که تنها از زمین خودی همه رو دیریب کرد و اومد زد تو گل و ایتالیا رو و چیزو آرژانتین رو برد به فینال جام جهانی و دیگه واقعا هم تو ایتالیا هم تو آرژانتین دیگه حکم خدایی گرفته بود دیگه واقعا گارا فوتبال صداش میکردن و اینکه توی مصاحبه میکرد با کسایی که حالا آرژانتینی بودن یارو باحال بود میگفتش که اگر که بخواید توی تیم مثلا با چند تا دختر مصاحبه کرد ازشون پرسید اگه بخواید با یه نفر بخوابید توی تیم آرژانتین کیه همه مثلا مارادونا مارادونا و خب خیلی عجیب بود میگم اون حس و حال خیلی عجیبی داره فر تو داری به چی میخندی نه نه من دو تا خمیازه بعد کشیدم خودم خیلی ناراحت شدم ببخشید این حالا توی اون بازی که با انگلیس داشتن یاری لینکر حالا فوتبالی ها میدونن خیلی مهاجم معروف انگلیسی بود یکی از حالا بهترین مهاجماشون اون تون بازی که بوده ازش دا... چیز مصاحبه اخیرشون با ریا و اینا داشت نشون میداد بعد فوت مارادونا از مثلا از... داشت میگفت ما چه جوری مارادونا رو دفاع میکردیم میگفت مثلا اینو نمیشد دفاع کرد ما گذاشته بودیم هر کسی که نزدیکشه بیاد اینو دفاع کنه بعد گفت سر گل دوم که کل تیمو تقریبا زد خیلی آدم پریه گفتش که من میخواستم براش کف بزنم این تو تیم حریف بود داشت میباخ بازی رو جلوی آرژانتین گفت من میخواستم براش کف بزنم ولی این کار نکردم چون میدونستم بیام خونه یعنی بیام انگلیس در کف سر... آره در سرویس ولی ببین چقدر براش احترام قائل بودن یه حرف دیگه خیلی جالبی هم که میزد میگفت توی بازی منتخب جهان میگفت من یه نیمه کنارش بازی کردم گریل داشت میگفت بعد داشت توضیح میداد که چجوری با اختلاف این مهارتش حالا با توپ از تمام بازیکنهای اون موقع دنیا بیشتر بوده میگفت ما که رفتی قبل اینکه بازی شروع شه چیز ما را دونا توپ اول بازی می کنم وسط زنگ این توپ برداشت شوت زد زیرش توپ مثلا فرض کنید چون از صد متر رفت بالا با. میگه این همونجا وایستاد توپ گرفت توپ که اومد پایین دوباره زد دوباره زد فوتبال که بازی کنیم میره. این خیلی کار سختی اصلا ماها که هیچی فوتبالی سرفیاش هم نمیتونم میگفت این کار سیزده بار انجام داد ماکسیموم هم, ماکسیموم هم سه قدم جابجا جا شد یعنی انقدر این دقیق میزد بالا میومد فقط سه قدم جابجا جا شد میگفت بعدش که من اون بازی تمام شد برگشت بارسلونا اون موقع بارسلونا بازی میکنه گردینه که ما امتحان کنیم ببینیم که حرکتون بیشه زدی نه میگو بیشترین تعدادی که یکی تونست انجام بده سه بار بود که اونم دور سوم دیگه داشت میدوید بره برسه جایی که توپ فرود میاد. آره ولی آ... این آره اصلا استعدادی که داشت بی‌نظیره. حالا اینو میان با مسی و رونالدو مقایسه میکنن. رونالدو که نه رونالدو تایپ بازیش فرق داره. مسی رو میگن خیلی شبیهشه ولی شک چیز دیگه بحث سرش هست. همچنان میگن کاری که ما کاری که مارادونا تونست بکنه رو مسی نتونست بخواد اگه مسی خب همیشه توی بارسلونا بوده توی بارسلونا هم حالا اون زمان اوجشون دو تا هافک خارق العاده اینیستا جاوی پشتش بوده ولی مارادونا چیکار کرد مارادونا رفت ناپولی که حالا اصلا بازیکن نداشت اصلا کسی حسابش نمیکرد یا مارادونا آرژانتین 1986 رو قهرمان کرد که خودشون میگفت اصلا به زور کوالیفای شده بود برای جام جهانی کم امید نداشت بهش مان. یعنی کاری که اون میکرد این بود که یه تنه میومد بار یه, یه تیم کامل رو روی دوش خودش میکشید و کارهای غار العاده میکرد جربوزه داشت دیگه خودش یه چه گفته بود من شونه هایی دارم که اونقدر قویه که با همه میتونم بجنگم یه همچین چیز جنگ فیزیکی منظورش نمید منظورش, نباید. منظورش نباید که جلوی هر کسی من میتونم وایس نباید. و به نظرم این خیلی دقیقا همون نقطه ایه که فرق میذاره بین این و تمام بازیکن بزرگ دیگه ای که حالا بودن و هستن و اینا دو تا نمونه بارزشون مسی و رونالدو اینا همشون تو تیم خوب خیلی خوب بودن ولی این کاری که کرد این تیم های نچندان مطرح و یه روحیه بهشون داد روحیه جنگندگی داد که ناپولی که از همه میباخ یا و آخر مثلا میومد سه یک یوونتوس اون رو میزد حالا <تص> از این جام جهانی که بود دیگه همه چی خوب و خوش و خورم و اشغال زیاد و چه بچهش به دنیا اومد یه جه دیگه یه شایعه شد که یه پسر به دنیا اومد زنه میگفت بچه دونست و چون تو خیلی با افراد زیادی در رابطه بود ولی خب همه چی داشت خوب و خوش و خورم میگذشت همه چی آروم بود ولی مشکلاتش از کجا شروع شد از, جام... از بعد از جام جهانی 1990 در ایتالیا این ترنینگ پوینت داستانه و خیلی ترنینگ پوینت عجیبیه قشنگ مثل فیلما میمونه اتفاقی که افتاده جام جهانی افتاد توی کشور ایتالیا همون جایی که خب مارادونا داشت توی یکی از کلاباش بازی میکرد حکم خدایی داشت همه فکر میکردن مثلا خداست توی اون کشور و اینا و آرژانتین خورد به کدوم تیم خورد تو محره حسفی خورد به ایتالیا یعنی اینا توی یه کشور خود ایتالیا نهایی خوردن ایتالیا آره خوردن به ایتالیا و داشتن مقابل ایتالیا بازی می‌کردن بازی هم مساوی تموم شد رفت پنالتی کشید یه تیکر یاد رفت بگی مدیریت وقت ایتالیا احتمالاً برای مدیرای الان ایران کلاس برگزار کرده تصمیم میگیره که بازی آرژانتین ایتالیا رو بندازه کدوم ورزشگاه بندازه سمپالی شهر ناب آره شهری که مارادونا توش خداه نره. کی میاد این کار میکنه بعد نشون میداد که با مردم شهر رفته بود صحبت کرده بود واقعا یه سریا بودن که طرفدار آرژانتین بودن توی اون بازی آره با اینکه این, این, تارو... طرف... این ایتالیایی بود داشت میگفتش که مارادونا برای ما خداست مارادونا به ما همه چی داده من اینجا طرفدار مارادونا طرفدار آرژانتینا البته خب اکثریت همچنان ایتالیایی بودن سر سرود ملی آرژانتین فوش و اینا دادن به ایتالیا یا به آرژانتینیا چون میدونید خیلی فرهنگ شویم ولی این اشتباه استراتژیک و اونجا فدراسیون فوتبال ایتالیا کرد که بازی جام جهانی انداخت توی شهر حالا میخواستم جلوتر بگم ولی واقعا اونجا بود که ایتالیا به دو دسته تقسیم شده بود جنوب ایتالیا که واقعا داشتن آرژانتین رو تشویق میکردن به خاطر حالا احترامی که برای مارادونا قائل بودند و بقیه ایتالیا که داشتن ایتالیا رو تشویق میکردن و میخواستن آرژانتین هست بشه حالا میگم توی بازی کشید به ضربات پنالتی و ماردونا اومد پشت چیز پشت اون ضربه پنالتی و اونجا داشت با خودش مصاحبه میکرد میگفتش که آره من مطمئنم که همه از من انتظار داشتن که اینو بزنم بیرون و خودم هم من خودم انتظار داشتم که مثلا اینو گل نکنم ولی خب به خاطر حالا ارق ملی که داشتم اون پنالتی گل شد و ایتالیا حذف شد و اصلا دیگه نگم براتون دیگه از اونجا بود که ماردونا واقعا دیگه ترکید فرو دیگه اون استاتوس خداییشو از دست داد توی اون کشور محبوبیتش یعنی از دست داد به آره از اون لحظه تمام ایتالیا دست به دست هم دادن تا آقا مارادونا رو بزنن زمین یه جوری حالا هر جوری که شده آه. اه، بعد از قبل از اون با این گنگ و اینا که صحبت میکرد یه سری محصونیت داشت مثلا از گنگ دیگه در مقابل مثلا ازش مراقبت میکردن در مقابل روزنامه ها ازش حمایت میشد در مقابل ها راه اداره مالیات و اینا محافظت می‌شد ازش ای کاری میکرد تستای اگر... دوپینگ برای تستای دوپینگ ازش نمی‌گرفتن و فلان و اینا خود مسئول باشگاه داشو گفت اون موقع حالا تستای دوپینگ انقدر سفت و سخت نبود میگفت بعد بازی‌ها ببینین الان تست دوپینگ می میگفت یه نفر دیگه میرفت تست اجرا میداد جای این چون این کوکائین و اینا می زد تستش مثبت شد. ماده ممنوعه تو خونه با با. آره تا قبل این اتفاق تستاش همیشه منفی در می اومد اوکی بود ولی بعدش همونجوری که ایمان گفت باهاش که بحث شدن دیگه اون حمایت اون گنگ ایتالیا کمتر شد دیگه تست دوپینگ اینا مثبت در اون اومد و حالا ایمان برگشون خواد بگه آره که تست دوپینگی که شروع کردن ازش تست دوپینگ گرفتن و از میارن از توی زمین که بود از قانونش هم الان هم اینطوری یعنی از اونجا اصلا این قانون تصویب شد و شروع کردن انجام دادن اولین بار روی ماردونا اتفاق افتاد که میان با پلیس و یه پرستار میاد میورد توی اتاق و میگن دادش دخل. بعد اولین بار بود که همچین تست دوپینگ ایشون مثبت در به خاطر استفاده از کوکائین و اولین بار بود توی تاریخ فوتبال که یک نفر شیش ماه محروم میکنن از, از فوتبال و الان هم اون استاندارد داره ادامه پیدا میکنه یعنی اولین نفر مارادونا بود و الان هم داره اتفاق میفته که اگه هم چیزی تو خونت باشه شیش ماه محرومت میکنن شاید هم بیشتر و به فیفا به قانونهای فیفا اضافه شد و این دیگه دید واقعا نمیتونه تو کشور زندگی کنه شروع کردن تلفنشو وایر کردن شنود گذاشتن شروع کردن براش تله گذاشتن که مثلا کوکاین برات بفرستیم خانوم برات بفرستیم و اینا و اصلا مجازات شد رفت زندان هفتاد هزار دلار مجبور شد به ناپولی جریمه بده به خاطر اتفاقایی که افتاد کلی دلار مجبور شد تومن, م... تومن کلی پول مجبور شد که به دولت بده به خاطر تخلفایی که مرتکب شده کارهای مالیاتی که کرده و خلاصه ایشون اصلا از ایتالیا اومد بیرون و برگشت به آرژانتین و تا آخر عمرش هم توی آرژانتین بود دیگه جای دیگه ای بازی نکرد آخرین بار هم دیگه بعد اینکه بار سوم تست دوپینگش مثبت شد دیگه دی کلا بی‌خیال شد و از فوتبال کرد از عرش به فرش اومد ولی دوباره ده. الان از فرش فرش برگشت دیگه آره حالا از آواز غیر فوتبالی هم خیلی فعالیت های سیاسی مختلفی داشته میدونم از فلسطین حمایت میکرد چگوارا رو دوست داشت رفت خالکوبی کرد کار... جا؟ هم خالکوبی شو آره آره خالکوبی کرد آره چیز داشت یه گرایشات چپ گره. داشت مثل خیلی از حالا آدمایی که توی آمریکای جنوبی هستن با فیدل کاسترو ملاقات کرد آره ولی خوب... چیزی که میگن میگفتن که فعالیت سیاسیش بیشتر دنبال پر کردن جای خالی برای فوتبالش بوده یعنی اونقدر هم سیاسی نبود عداشو بعضی موقع در آورد ولی خب فعالیت سیاسی داشت به خاطر معروفیتی که داشت خلاصه آقا مارادونا از یه خانواده پرجمعیت فقیر با کلی استعداد به ایتالیا رفت یکم تقلب و کلی استعداد دیگه تبدیلش کرد به خدای فوتبال دنیا و بعدم به دلیل انتظارات نابجای ایتالیا از عرش به فرش رسید و آخرم فوت کرد دیگه این یه سامری خیلی کوتاهی بود که من از ماردونا تایی دیده بودم و خب دقیقا میخواستم به همین اشاره بکنم که حالا کارون زودتر اشاره کرد که چقدر استعداد دیگه هست شاید تو ایران که به خاطر حالا سوء مدیریت داره از میره و میتونه حالا استعداده خیلی خوبی باشه من هم میخواستم 500 رو مثال بزنم و الان هم محسن, محسن قایدی چی اسم کچیکش؟ مهدی قایدی مهدی قایدی آره امیدوارم برای اون هم چین اتفاقی نیفته اون هم بهش میخوره خیلی با صداد باشه امیدوارم حداقل زندگی حرفه ای بکنه هرچند یه ذره حاشیه وارد زندگی شد بعد اون تصادف و اینا ولی دیگه حالا وارد دختربازی و مواد و پول و اینا نشه حداقل اینو بهش برسن که خوب رشد کنه آره خلاصه خیلی جالبه من به هم پیشنهاد میکنم که برید ببینید من آخرش واقعا یه حالت خیلی غم داشتم بعد از این اینکه داکیومنتری تمام شد حالا داکیومنتری زودتر از فوتوش اومده بود در مورد فوتو چیزی نگفته بود ولی خب بعد که میدونید مثلا اومد مربیگری بکنه اونجا درگیر اعتیاد شده بود چندین بار رفت ریهاب رفت خودش رو کمپ های ترک اعتیاد مثلا بستری کنه ولی بازم اومد از کوکائین در اومد رفت توی الکل مثلا مصرف الکل خیلی زیاد داشت و اینا و خب اسطوره فوتبال اینطوری از بین رفت و من امیدوارم که جای دیگه, که دیگه چیه هفته. دیگه نظام سرمایه داری نه راجوش صحبت کردیم هورمون فرزاد دوپامین دوپامین انقدر ترشح کرد سر کوکائین تا آخرش نتونست آره هزش. حالا ببین مثلا عکس و اینها نشون میداد که روی نیمکت آرژانتین مثلا به عنوان سرمربی که هستم دیدی اونو داره کوپا آره اون... میزنه نه ندیدم آره حالا آره جاست... <تصفح> یعنی <تصفح> موقعی که سرمربی آرژانتین آره بود جدید سرمربی بود آره آره هم جام جهانی قبلی مگه سرمربی نبود همین جام جهانی که گذشت سرمربی بود بنده خدا و... نه،, فکر... نه 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 فکر کنم اون جام جهانی بود که ایران بود نه نه ایران بود نبود یادم نیست دقیقا کدومش ایمان... بود ولی اه... یادم ما دیدیم بازی ها اه... 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 یه سوال فکر کنم اولاش گفتی حالو. که حالا ف... اه... تو این سن فوت کرده اه... یعنی اینکه که خواست اه... بگید توش اه... شبهی هست که مثلا کاری کردن یا نه نه چی بود؟ به خاطر استقلبی بوده به خاطر آه, 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 آه. این همه موادی که مصرف کرده و به خاطر آه. حالا فشاره نمیدونی ما اینو زندگی حالا سالمی نداشته از از فیزیکی آره باید بدونم بلایی سرش آورده باشن چون که چندی با بارم بیمارستان هم. بود اصلا چندین بارم شایه فوت شد توی این چند سال گذشته که فوت کرد و فلان و اینا اه. اه ولی خب شست سالگی دیگه تازه آره, آره مردم شروع میکنن اشغال شست سالگی شروع میکن. آره من فقط دو تا چیزه میخواستم بگم که باید. چرا به خاص بودن این آدم اضافه میکرد و چرا اینجوری محبوبه الان میگم حالا مثلا مسی محبوبه رونالدو محبوبه ولی این شدت و غلظت محبوبیتی که این آدم داشت قابل مقایسه با بقیه نیست حالا دو تا موردی که برای من خیلی جذاب بود یکیش همون که قبلش گفتم این بود که این آدم رفت تیمای ضعیف رو قهرمان کرد نمون مثلا توی بارسلونا نرفت تو تیمای قوی بازی بر. رفت ناپولی که اصلا هیچ چیزی نداشت رو برداشت قهرمان اروپا کرد دوبار قهرمان ایتالیا کرد این یک دو اینکه برای کشور خودش قهرمانی آورد که مسی هنوز نتونسته همچین کاری بکنه رونالدو مثلا حالا قهرمان اروپا کرد پرتغال رو که این خیلی مهمه این به ارق ملی اون کشور خیلی کمک میکنه بازیکنی که برای تیم ملی کشورش هم خوب باشه فقط برای باشگاهش خوب نباشه این مورد اوله مورد دوم نظرم من اینه که این آدم خیلی ببین مثلا نمونه هایی که از اسطوره‌ها ها و انسان های خیلی خاص به ما نشون میدن این اسطوره‌ها ها همشون بی و نقصن این اسطوره‌ها ها همشون توی کاری که انجام دادن بهترین بودن توی اخلاق بهترین بودن هیچ اشتباهی توی زندگیشون نکردن ولی نکته که به نظر من خیلی در مورد ماردونا فرق داره اینه که این آدم پر از اشتباه و تقلب بود و چقدر جالب که خودش به همه اینا اعتراف میکرد یعنی این آدم بعد سی چل سی و خورده ای سال که اون گل دست خدا رو زد اومد گفت آره آقا ما رو با دست دادم این آدم وقتی که معتاد شد بعد اومد اعتراف کرد رفت توی تلویزیون که تر کرد آره رفت توی تلویزیون توی برنامه تلویزیونی گریه کرد که من اشتباه کردم این کار رو کردم کی این کارو میکنه الان حالا مارادونا که خدای فوتبال دنیا بود الان یه سری آدم معمولی که مثلا طرف هیچ جایی هم آباد نکرده بهش بگی که تو اشتباه کردی تازه نیست بپذیره <applause> این نکته ای که به باعث شد محبوبیتش چندین و چند برابر بشه به خاطر اینکه تو حالا ممکن بود خودتو با اون مقایسه کنی بدونی که از لحاظ فوتبالی قابل مقایسه با اون آدم نیستی ولی میدونستی اون هم یک انسانه و پر از اشتباه و این هم اشتباه کرده این خیلی جذاب ترش می کرد به خاطر اینکه آدما میتونستن باهاش ارتباط عمیق قلبی برقرار کنن چرا اون هم مثل ماه اون یه موجود فراز زمینی نیست این <متصفح> خیلی... هم اشتباه داشته الان حالا فوتبالیست ها اینا حالا توی در واقع این سطح از شهرات همشون از این اشتباه میکنن ولی اونجوری خبرش به ما نمیرسه سرپوش میذارن اون زمان بود تو ایران قبل بازی تیم ملی یه سری از بچه های تیم ملی رو همه تو مهمونی اینا گرفتن خبر درستش بیرون نیومد که چی شد اینا ولی خب رونا... میگم رونالد مارادونا خیلی راحت مثلا میگه من کوکائین مصرف کردم من عاشق مثلا حالا دختر بازیایی و اینا بودم توی داکیومنتریش حالا ببینید میبینید چقدر صریح میگه از هیچ مشکلی هم نداره عکس نشون میده اصلا آره خیلی ما بود خیلی شبیه ما بود درسته حالا توی یه قضیه خیلی فوق العاده و استثنایی بود ولی توی اون سن حالا 50 خورده سالگی میره استادیوم تیمش گل میزنه انگشت وسط نشون میده دو دست به بقیه ادمها. این رفتار خیلی میدونید خیلی خاکی و به نظر خیلی جالبه این این دو تا بود که متمایزش میکنه از تمام آدمایی که قدیم بودن و حالا شاید در آینده بیا از این که هم باعث هست اینجا یعنی اگه آدم موفقی نبود یا همچین اسطوره و همچین استعدادی نبود مطمئنا از اون طرف همین منی که اصلا فوتبال نیستم یه چی کلی قضاوتش می‌کردم یا می‌ذاشتم پای بی پای غیر حرفه ای بودن و آره غیر بودن چون به هر حال این ولی <تصفح> خب از این از این چیز داره استفاده میکنه دی. از این محبوبیت و از این... آره مثلا تو چرا دفاع وسط یه تیم متوسط لیگ ایران باشی بری تو ورزشگاه مثلا فاک نشون بدی به بقیه که همه میگن بابا دیو جمع مثلا تو کی ولی خب این قهرمان دنیا اینو یه جای ها رو اصلا تو خدا بالاتری بهش این آدم وقتی میاد مثلا فاک نشون میده این یه معنی دیگه ای داره یالا من برم همچین کاری بپرم فاک خدایی اونشون میده این <تصفح> <دواتن واحده. تصفح> آره اینه که به نظر من جالبه ده. که این همه اشتباه داشت تقلب داشت نمیدونم حاشیه داشت ولی خب استعداد نابی هم داشت و یه یاقی بود من این آدم رو بری حالا کالبا کافی کنین همش چیز بود وجود بود یعنی یه آره، آدم چیز دیگه می‌خواد که خیلی با وجوده تو از بارسلونا بری ناپولی هیچ کی این کارو نمی‌کنه الان این از از این وجود هم در نظر بگیر دیگه این میرفت جای دیگه این... همچنان پول بیشتری به دست میورد این آره... وجود میخواد ولی حالا یه چیزی که توی داکیومنتریش میگفت و من جذاب بود میگفتش که دلیلی که واقعا رفت ناپولی به خاطر این بود که از اون اتنشنی که دور ورش بود زیاد خوش... خوشش نمی اومد. از اینکه دوستش مردمی باشه میگفت دوست دارم برم مثلا سینما دوست دارم برم توی مثلا خرید بکنم بیرون غذا بخورم میگفتش که اصلا به یه جایی رسیده بود که توی همون ناپولی هم نمیتونست این کارو بکنه و میگفت از از روحی این خیلی اینو آزار اذیت میداد مثلا میگفتش که نمیتونم اینطوری زندگی بکنم یکی از دلایل خودش افن... گفت آره من دی... بارسلونا خوشحال نبودم باشگاه دیگه یا منو نمیخواد چون مصوم شده بود اون تکل رو ام. شفته بودن آره, آره. میگفتش که رفتم یه جایی که خیلی به شرایطی که من توی زندگی میکردم نزدیک بود همه فقیر بودن منم از همون میفهمیدم اونها اون آدم هایی که اونجا بودن رو یه، یکی از دلایلی که رفت این بود و فکر کنم یه چیزایی که خیلی حالا بعدا توی زندگیش توی ناپولی اذیتش کردیم بود که خب سبک زندگیش عوض شده بود چون فراری داشت از یه طرف و میگفتن که این اون آدم سابق نیست دیگه بیرون هم نمیتونست بیاد به خاطر محبوبیتی که داشت و اینا همش فشار بود که داشت اذیتش میگرد ولی من میگم من به همه پیشنهاد میکنم که رو ببینید خیلی داکیومنتری باحالیه حالا کارون بیشتر از من دوستش داشت من داشتم یکی یه راوی داشته باشه ولی راویش خود تصاویر بودن و زیادم حالا صحبتی توش نبود و همشم هم ایتالیایی اسپانیایی دیگه آره بعد حالا برای من سوال شده بود بعد این قضیه که این اسپانیایی اینقدر راحت ایتالیایی میفهمن و بلکس یا نه یا مثلا این رفته بود درس خونده بود که اینقدر راحت تو رخکن صحبت میکرد بعد رفتم خوندم مثل اینجوریه تو اسپانیایی بلد باشی ایتالیایی میفهمی و بلکس خیلی جالب بود آدم گفت بودم ما از آمریکا جنوبی رفتیم ایتالیا میگو من خیلی تعجب کردم که من اونجا داشتم ایتالیای، ایتالیایی اسپانیایی حرف میزدم اونا حرف منو میفهمیدن. اونا هم ایتالیایی جواب میدادن من حرف خیلی جالبه اینو من نمیدونستم نه دیگه فوشو اینا شعار داشت میداد یعنی واقعا اونجا بود یعنی اونجایی بود چند یاد گرفت مادرش هم ایتالیایی بود شاید حالا یه ذره آره ولی مستنده رو ببینید وقتا برای ماهایی که اون دوران اوج مارادونا ما در حد یه ایده بودیم آره ما یه ایده ای بودیم اصلا به دنیا هم نیومده بودیم 1986 متاسفانه مستقیم رو ببینید ایران هم رفته بود آقای ماردونا آقای ماردونا متاسفانه رفتن سفارت ایران توی بوینس آیرس و لباس خودشون رو تقدیم کردن به رئیس جمهور وقت آه. آقای محمود خان شماره ده اینو داشتن نمیدونم این بالاخره اشتباه میکرد دیگه مثل هر آدم دیگه این اینم یکی از اشتباهاتشی که آره و بعد از از محمود خان نگیم که ایشون چه ایدن مسابقه کردن گفتن حجاب باید چیز باشه حالا اونو بزن حالا بزن بزن من ماردونا رو تمام کنم یه چیز آخرام بگم که بعد از که ایشون از از ناپولی رفتن به خاطر افتخاراتی که توی این باشگاه کسب کرده بودن پیراهن شماره ده رو ریتایر کردن و بعد از آقا مارادونا هیچ کس دیگه شماره ده ناپولی رو نپوشید یه چیز دیگه <تصفح> هم اون ده آرژانتین محمود پوشید یه چیز دیگه هم که بگیم اون اکثر رو نمیدونم دیدید یا نه اون کارمند در واقع که اجساد و اینا رو جابجا میکردن توی آرژانتین با این مارادونا یه عکسی گرفته بود نمیدونم دیدید یا نه عکسش که انگشت شست نشون میده و سلفی باش گرفته اونو با امروز رو کشتنش بله با جسد مارادونا گرفتن دیشب من اخبار رو میخوندم تهدید به مرگ شده بود امروز رو کشتنش طرفدارای مارادونا خیلی عکس زاییه یعنی من همون اول که اکس رو دیدم تعجب کردم که تو با جسد که نمیری اینجوری سلفی بگیری و شستت هم نشون بدی بعد اینکه عکسش در اومد تو سوشال مدیا اینا تهدید به مرگ شد اومد به غلط کردن عذرخواهی به امروز بیر شده بود دیگه دیگه, دیگه. کرده بود این فکری که کرده بود و بیاد بگد الان که مردی فوت شدن دیگه الان. کاش میگفتی فکری که روحش با ما رو داره محشور میشه آره چیزی رو داره این داره در عکس دیگه <applause> نه آمریکا جنوبی ها یاد شوخی ندارن دیگه بازیکن کلمبیا کجا بود تو جام جهانی پنالتی از دست بعد ترورش کردن آره اونجا فوتبال از جدیه شوخی نیست مثل من وارزون بازی میکنن همون همون جدیات اون فوتبال از دیدم بگو ببینیم چی داری برامون یک ساعت و چهار دقیقه است که داریم بعد محمود توییت نزده این چند روزه واسه مارادونا توی چون برای کوبی برایان تا اشتباه کنم زد آره آره زد قهرمانی تورنتو رپتورز رو تبریک گفته بود یه روز بیاریم ات خود که نه صدایی که نه داریم صدایی تو که الان دارید؟ بله داری منشم با خودم حرف بذارم بفرم آره آیه من هم کلیپ محمود رو دیدم اون کلیپی که این هفته اومد و دیدم چقدر دلم تنگ شده برای این استایل استایلی بود که سوال ازش میپرسید بعد اون سوال میپرسید مثلا خیلی خوب انجام میده استایلی بازجوتور آره مثلا تو حس نمی یه آدم تحصیل کرده با هوش سیاست مدار بازجوه که فقط میخواد تو گیر بندازه خیلی بله فکر من اگه پاش بود میرفت مادر آقای مارادونا رو بغل میکرد الان صد درصد علاقه داره پسراشو <مسرح> من میخواستم یه خبر خوندم البته ویدیوییه اگه اوکی باشه شیر کنم یه لحظه آه... میتونم این ما باید بتونی آه... دیگه همه تون دارید شیر میکنید و این چیز... کنار بعد به من اجازه بدی بیا اوکی آه. در مورد سنجابیه اگه تصویر منو دارید الان بله بله, بله. برای این سنجاب یه خانواده ای توی ایالت مینوسودا گلابیاشون مونده بوده توی یخچال و تقریبا خراب شده بود گفتم ما کاری که بکنیم گلابیا بذاریم تو حیات که این سنجاب خونه بیاد بخوره و لذت ببره به. نگو وقتی گلابی زیاد بمونه چی؟ الکل تولید آره اه... تخمیر میشه و الکل دار میشه و حالا این من گفتم بذارم خیلی خنده داره ایشون از شده؟ نیفته عزیزانی که نمیبینن لطفا ببینید آره این سنجاویه که سنجا مسک کرده چشارو به عبراس همه یه آراغ زن هواب میاد تا مجری یادتونه مست میکردن دستش که چه عشقی میکنه با این انمال عویوس تو رو قرآن نکنی دیگه. بوده بعد تو اخبار که میخونه تو اخبار که میخوندم مثل اینکه این زیاد اتفاق میافته که مثلا یه گروه راکون بودن تو کانادا دوباره گروهی مست شده بودن غذای چیز خوردن و نمیدونم من بعد این سنجابه که خسته از کار میاد میاد یه گلابی میزنه ریلکس یه ویدیویی که خیلی معروفه در این باره اینه که مثلا چند تا میمون و فیل و زرافه و اینان همه دارن از اون درخت سیبه میخورن سیبه هم همیت فواصش بعد یک ساعت بعدش هم هست که این اینا هستن که میگن علی علی اسم اینا رو درسته هر دفعه میگیم علی علی و همه تو در و دیوار فیله داره با خورتومش مثلا خودشون نگر میداره چقدر بی جنبن اینا ظرفیتشون پایینه دیگه چی داری برامو؟ یه خبر دیگه که اومد دوباره این هم مجبورش هم نشون بدن چون خنده دار بود حالا همه چی دیگه نشون نده تو تایوان این هفته یه قانونی تصویب کردن که اجازه میده گوشت خوک از آمریکا وارد تایوان میشه البته یه درصدی از استفاده اون, اون کشور رو کنه و،, و, خب برها افرادی که تو خود اون تو تایوان هر خور تولید, کننده تولید که نه برحال اون گوشت رو تهیه میکردن و اینها ها به نشان اعتراض رفتن توی پارلمان و دل و روده خوک پرت کردن به آره دیدم. اون در واقع حزبی که نماینده نماینده آره و خیلی سیرابی سیرابی اینم... پرد کرده اینم بذاریم خیلی زیباست دل و روده ده خوک من اینا رو زوم میکنم که یه هور زومه بای نگو میبینید این خانوم فکر کنم میخواست تعریف کنه و سیرابی خوک سیرابی خوک باش بزن بره دیگه خیلی هم دارن اصلا پیشی میگیرن بعضی هاشون مثلا با ماسک برای من تکون خورد یکی از رودهه او برای من فریز شده هولی نه nah, ما داریم ما داریم نه nah, میدونم ولی من هیچی ندارم شما هم برای من فریز شدین اشکال نداره من دارم رکورد میکنم و ایمان ایمان شد تصویرش اینجا سینگل پوینت آف ویلیر نبودن این مزایا رو داره بلی... میگم توی بلاک فایده دیل خوب نبود برای ایمان یا اینترنت بگیری اینترنت ایس کامپیوتره کدام دارید؟ آره ساعت آره آره داری اوکی ادامه بده نه تصویر تمام نگه نباش من دارم آره. فقط شل کن ما, ما داریم از این خب فرض دیگه چه خبر؟ دیگه خبر یه دونه در مورد یه استخر خیلی عمیق فکر کنم عمیق ترین استخر دنیاست توی هلند که 40 پنج متر عمقشه و خب استفاده چیز داره نه. دیگه برای قواسی و ام کلا آماده سازی حالا نیروهای دریایی و اینا استفاده میشه عکساشی که دیدم خیلی اونم عجیب. سخر خالی تا حالا دیدین سخر سایز بزرگ خالی نه متاسفم خیلی وهم داره لعنتی وهم, وهم. حالا این چل متر چل خورده این متر ایما اوکی؟ مسی داره هیچ چیزی استفاده نمیشه نمیدونم چرا داشتم کرش میکردم یه کمی ریکوردینگ خودت که قطع نشد ایما صدای خودت نه نه اون که اصلا دارم از دو جا دارم زبط میکنم برم از سر کامنت ها خوبه اه... یه کامنت اومده بود از یوتیوب اول میخونم فرید گفته بود دوستان یه اپیزود برین یه دل سیر بخندیم موضوعش هر چی میخواد باشه شرایط روحیمون خیلی خرابه بیماری مشکلات مالی ترس از آینده و غیره تشکر این فکر میکنم اپیزود آخری که قراره این فصل بدیم یه جوره اونطوری بشه چون اصولا تاپیک نداریم تو اون اپیزودا البته این اپیزود هم کم نخندیدیم دیگه این اپیزود هم زیبا بود او؟ کامنت اومده بود در مورد بک‌گراند فرهاد که کوشا گفته بود فرهاد جان دفعه بعدی از بک اسکرین پیش فرض اسکایپ البته این زوم استفاده نکن یکم رو مخه نکردم دیگه موافقم موافقم خودم رو رسوام بود فاطمه گفته بود کاش فرهاد یه اپیزود راجب معادل فارسی اصطلاحاتی که وجود دارم بره مطمئنم جزو بهترینا میشه نه اینا بعد هر اپیزود یه اشاره‌ای بهش بشه بایدشیم. من فقط یه اشاره بکنم برای عزیزان اهل مسیح من در درختم گذاشتم که زیبا باشه بکران خب در کل کامنت ها خیلی خوب در مورد اپیزود کارون خیلی کامنت های خوبی گرفتیم به خاطر این تاپیک جالبی بود دیگه به خصوص که کارون بعد پنج اپیزود سنگین و معنای زندگی <laughs> بله یه تاپیک خیلی هم مثالای تو پارکای ایران رو سان فرستاده بودن آره آره یه دونه خیلی باش کارون پرسیده بودن که یخچال توکی شو ذهنشون مشغول کرده بود یخچال من عالی از اون روزی که من درست کردم یک قطره آب اون پایین جمع شده میای کامپیوتر ما یه فنر بزنی فنر که تخصص همه یه دریل میارم یه فنر سرش میزنم براتون عشق کنی همه چی رو وا میکنه عالی شد یخچال عالیه و در مورد اپیزود فرهاد مریم یک کامنت جالبی گذاشته بود نوشته بود که همونطور که هر کسی یک زبان مادری داره که براش راحت استفاده ازش ولی برای ب... که... براش راحت استفاده ازش ولی برای برقراری رابطه بهتر و با کیفیت تر با انسان دیگه میتونه زبان های را هم یاد بگیره پس ما هم میتونیم زبان های عشق دیگه غیر از زبان عشق اول خودمون رو هم یاد بگیر. راستی منم رو انجام دادم و زبان عشق اول برای من زمان با کیفیت بود و, و کمترین درصد رو هم هدیه دادن و گرفتن داشت. جالبش اینجوری که انگاری این تست فارسی هم هست و اینطوری که من خوندم انگار یه ذره سوالش با تره چون این اینی که ما تستی که دادیم یه ذره سوالش عجیب بود. بعضی وقتا وا یکی رو کست باکس مهدی کامنت داده بود که مهدی جون سلام مهدی یه اپیزود در مورد بی دی اس ام برید خیلی اطلاعات کم هست بین مردم ایران من دیدم مثلا اینکه یه پادکست دیگه ای راجع به بی دی اس رفته ولی حالا بعد با کار ریفرشون کنید میشه نه خب میشه کار داشته باشه میتونیم اکسسوری ها رو بیاریم اینجا آویزون کنیم ولی <applause> 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 حالا اگه مثلا به توی بود روانشناسی یا ایناشو بریم شاید بد نباشه آره آره حتما آره، نه اینکه حالا اصلا طرف نگفتی شیصی که به میتونیم بریم یعنی دیگه حالا <applause> این اون سری من داشتم اون اپیزود می رفته یعنی یعنی من سرویس کرده بود سه سال سه فصل پیش بود رفیق اینقدر اگه سریع عوض میشی که باید نگران باشیم یا بود فست بعد ایمان میاد راجب محمود صحبت میکنه نه یه قرار میبنده راجب محمود باید نیست سمانه کامنت داده بود که مرسی که انقدر خوبه کاراتون منو و دوستم تازه شروع کردیم به دیدن پادکست ها و انقدر دقیق داریم برنامه ریزی میکنیم هر شب کدوم پادکست رو ببینیم که اگه برای درسمون کارو میکردیم الان اینجا نبودیم ولی مهم که خودمون راضیم بازم مرسی دم شما گم مرسی که گوش میدید یه پادکست دیگه ای بچه ها تو ونکوور رو انداختن به نام بازکست که محسن کامنت گذاشته بود روی یوتیوب فکر کنم محسن یکی از بچه های پادکست بازکسته و گفته بود که خیلی باش این صدا رو در آورده بودن ایشون تو کامنتشون گفته بود که نه من یه کاری که میکنم میام تبای مختلف فاز میکنی نه کامنت ها رو کپی میکنم توی ورد یا گوگل داک بعد کلا فرمت رو و و هم خیلی خوندنش سخت میشه دوش. شاید میگه که نباید این کارو رو بکنی بعد از این سپی. یاد بگیریم و سنپشات بگیری مثلا اکس رو پیست کنی توی ورد آره بعد گفت محسن از پاد... پادکست دست کس نه دست باز رو ریختن بگو نوشته که اگه این قسمت رو زودتر داده بودین و قسمت چطوری پادکست بسازیم اصلا نداده بودین احتمالا 99 اصلا ما الان پادکست درست نکرده بودیم اسم این پات... قسمت کامنت رو کدوم قسمت اومده گفت قسمت کارون قسمت کارون اه... اسم که رو آره. بودن تو کامنت داده بودن گفتن اگه پتن تو زودتر داده بودیم اونا نداده بودیم اه... پادکست نمی ساختن آره وا... بده آره اسم پادکستمون هست بازکست با افتخار اعلام میکنیم که خیلی از برنامه الهام میگیریم که ایده هایی که تو سرمون رو عملی کنیم همیشه از طرف دارای هستیم و امیدواریم یه روزی با... یا شما ما رو دعوت کنید برنامهتون یا دعوت ما رو بپذیرید چون خیلی با شخصیت هر چهار حال می‌کنیم مخصوصا علایقم با ایمان خیلی مشترک قربان شما خیلی هم دوستتون داریم یه سری با هم دوست داریم یه سری با هم فیفا بزنیم فیفا که من دادم دست تورچ مشعلش دست کارون دیگه اگه میخواین صحبت کنید با کارون صحبت کنید آخرین باری که فیفا با, 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 با کارون کی بود یه چیز پیش بود دو, دو هفته پیش بود آره, آره. آره. ولی دمتون گرم مرسی که خوشحالیم که یه پادکست دیگه هم به جمع پادکست های ونکوور اضافه شد امیدواریم که موفق باشید و فیفا هم با کارون صحبت کنید حتما بریم ببندیم اپیزودو بچه‌ها بیمو. خیلی هم عالی دستتون درد نکنید که تا اینجا با ما بودید ما توی تمام فضای مجازی اسم پادکست توی تلگرام توییتر فیسبوک اینستاگرام و اگر که میخواین با ما ارتباط مستقیم داشته باشید ما پروفایل داریم توی تلگرام برای ما خودکست تاکس که میتونید اونجا برای ما پیام های صوتی تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید ما میریم و پنج شنبه با اپیزود اون با فیکاکست برمیگردیم